اجازه بدید که اینجا در استودیو با میهمانمون افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد صحبت بکنیم. یک نگاه کلی اول داشته باشیم با شما و اینکه چه نکاتی از صحبت‌های آقای رئیسی به نظر شما مهم؟ وقت شما بخیر خانم صادقی. اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم. زمانی که من همزمان تصاویر شجاعانه معترضین ایرانی رو می‌دیدم که در شهرهای متفاوت با شجاعت تمام، با انگیزه بسیار علیه استبداد سیاسی جمهوری اسلامی در حال مبارزه بودند، سخنرانی ابراهیم رئیسی به شکلی یک مصداق واضح یک مغلطه دنیای پسا حقیقت بود. حالا مطمئناً در ساعت‌های آتی شاید همکاران ما قسمت‌های از صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو راست آزمایی بکنند و به نظر می‌رسه که شاید 90% 95% از صحبت‌هایی که ایشون بهش اشاره کردن عملاً هیچ ریشه‌ای در حقیقت نداشت. ابراهیم رئیسی عدالت و حقوق بشر را یکی از محورهای اصلی بحث خود در مجمع عمومی سازمان ملل کرد. کسی از عدالت صحبت میکرد، کسی از ظلم صحبت میکرد، کسی از حقوق بشر صحبت میکرد که به شکل کم سابقه ای خودش محکوم علیه جنایت علیه بشریت است. کسی که مستقیما در قتل هزاران نفر مشارکت کرده و دقیقاً در همان زمانی که صدها هزار شهروند ایرانی در حال به چالش کشیدن مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی هست، با بیشرمی تمام نظام جمهوری اسلامی رو حافظ اخلاق سیاسی و حقوق بشر میخونه. دیدن این دو تصویر همزمان با هم به جرأت میگم یکی از حیرت آورترین و سوریالترین تجارب سیاسی که میشد واقعا در شرایط امروزی داشت. و این تناقضی که الان ما در این تصویر میدیم در واقع جامعه جهانی هم الان در جریانش هستن، در واقع نگاه میکنن به ایران و اعتراض ها. چقدر فکر میکنید این تاکتیکی که در صحبت‌های آقای رئیسی استفاده شد، این استفاده از کلمات حقوق بشر و عدالت، در جامعه جهانی خریدار داره و ما به ازای سخنرانی آقای رئیسی چی میتونه بشه؟ من واقعا فکر میکنم که صحبت‌های آقای رئیسی با حقایق موجود ایران انقدر متناقض هست و اینقدر این تناقض فاحش هست که بیشتر شبیه یک ستار سیاسی میمونه تا اینکه واقعا بتونه یک دستاورد رسانه‌ای و تبلیغاتی و ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره. به نظر من حضور ابراهیم رئیسی در شرایط فعلی امروز ایران برای معترضین ایرانی خبر بسیار خوبی است. اجازه بدید اصلا بحث رو از اینجا شروع بکنیم. حتی قبل از سخنرانی ابراهیم رئیسی، حالا فارغ از اعتراضات گسترده‌ای که ما در ساعت‌ها و یکی دو روز گذشته شاهدش بودیم علیه ابراهیم رئیسی، تا جایی که حتی ابراهیم رئیسی مجبور بود که از در پشت وارد مجمع عمومی و هتلش بشه، ما دیدیم که یک طیف وسیعی از سیاستمداران برجسته ایالات متحده دولت بایدن رو دارن به چالش میکشن. میگن وقتی که حکومتی وجود داره که به شکل آمدانه و مستمر همواره به دنبال به قتل رسودن مقامات سابق ایالات متحده است، چطور باید حق این رو پیدا بکنه که در مجمع عمومی سازمان ملل و خصوصا در شهر نیویورک حضور پیدا بکنه؟ و یک مسئله دیگه‌ش هم در واقع همزمانی این سفر به اتفاقات کم سابقه هست که ما در ایران می‌بینیم. به نظر من حضور ابراهیم رئیسی خود به خود نگاه‌ها رو به ایران معطوف کرده و برخلاف ماها و حتی شاید سالیان گذشته به شکلی مسائل حقوق بشری با حضور ابراهیم رئیسی در ایران برجسته‌تر و برجسته‌تر شده. آقای شاهی، یک بحث دیگری که در
صحبت‌های آقای رئیسی به نظرم خیلی برجسته بود. اشاره کرد به روابط منطقه‌ایش، روابط با همسایه‌ها و در واقع اینکه این روابط تونسته اقتصاد ایران رو رو به پیشرفت ببره و در شرایط تحریم‌ها به ایران کمک بکنه و گفت ما یار همسایگانمون هستیم. ما الان کشور همسایه عراق رو حتی اگر بخوایم در نظر بگیریم، در یک ماه گذشته اعتراضات بسیار زیادی بوده نسبت به حضور جمهوری اسلامی در این کشور. چطور در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی میتونه در مجمع عمومی سازمان ملل از این مسئله صحبت بکنه و آیا واقعا تونستن کشورهای همسایه و روابطشون به اقتصاد ایران کمک کنه؟ من به خاطر همین خانم صادقی در اول بحثمون اشاره کردم، سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل یک مصداق بارز یک مغلطه دنیای پساحقیقته، چون عملا هیچ کدوم از ادعاهای ایشون ریشه در حقیقت نداره. شما در نظامی که سفارتخانه های خارجی رو به آتش میکشید، شما در نظامی که شهروندان خارجی رو درون خاک ایران به گروگان میگیرید برای گرفتن امتیازات سیاسی، چطور میتونید در مورد اهمیت گفتگو، اهمیت دیالوگ، اهمیت همکاری‌های منطقه صحبت بکنید؟ شما زمانی دارید در مورد تعهد خودتون برای ایجاد ثبات در منطقه صحبت می‌کنید که سیاست‌های خارجی شما در 14 گذشته ایران رو تبدیل به یکی از منزوی‌ترین کشورهای منطقه و جهان کرده، یک ائتلاف بی سابقه به وجود آورده بین کشورهای عرب و اسرائیل که محوریت اصلیش در واقع مبارزه به سیاست‌های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی است.